کانون گرم خانواده برداشتی آورده تهرو، اون وقت آورده ایجا. میگن تهرو این همه جای قشنگ داره، آخه ایجا چرا نوشین؟ عزیز دلم یه شب دیگه، مگه میخوایم چیکار کنیم؟ یه دو تا تخت میخوایم واسه خواب دیگه، غیر از اینه؟ اشرافیت من جریه دار میشه شب ایجا بخوابم. کلاس ما که به ایجا نمیخوره. قربون اون کلاس شما برم. خب خودت فال بزن ها؟ میزنم. بجو. بوز نیست. حالا نوبت منه. اوز نیست. خب پس حق با من. بفرمایید تو عزیزم. بخت و تخت ما اینجاست. کار جونم بود تو. قرم نزن. خودو ببین. چیه؟ این پرسشنامه رو پر کنین. شناسنامه لطفا. ممنون. اینجا چقدر موندش بالا. ببخشید آقا جو، این هتل تو چند ستاره؟ ما اینجا درست کردیم برای آدم 20 ستاره دیگه، ولی اگه ستاره زیاد بخواین ما بالا پشت اون تخت زدیم، شب میتونیم بالا نگاه کنیم، هم ستاره زیاده هم ماه داریم. چلوس. آقا یه اتاق دو تخته قیمتش چقدر؟ میشه شب 25000 تومان دیگه. 25000 تومان؟ مگه هتل هیلتونه آقا؟ ها؟ یعنی منظورم اینه که خیلی دارین گرون میگی. من گفتم 25000 تومن دیگه، میلیون که نگفتم دیگه. این رستوران هم که معلومه نداری جناب. ما رستوران نداریم، تو اتاق پخت و پز نمیتونیم بکنین، اما سر کوچه یه عالم اغذیه فروشیه دیگه ها. اونجا هم جناب رستوران نداره، اما بغل مغازه رجب اغذیه فروشی سفر دیگه، اونجا میتونیم بریم بخورین. حجی این غذایی که گفتید خیلی خوب بود. این رجب و صفر یادت باشه، خیلی مهمه. این امکانات دیگه چیه؟ ما امکاناتمون اینجا خیلی بالاستا. فقط من چیزایی که قدغنه میتونم بگم. خنده بلند قدغنه، جیغ زدن قدغنه، موسیقی گوش دادن اونم غیر مجاز قدغنه، موبایل تو اتاق آنتن نمیده، تو راهرو آنتن نمیده، باید بریم تو لابی گوش بدین دیگه. ها ها؟ قربون شکلت برم. این فال خیراب بود. حالا تو بی خیال دیگه. آقا ما میتونیم اتاقا رو ببینیم بعد انتخاب کنیم دیگه نه؟ خیلی خوبه ها. نمیتونین فقط. چرا؟ همین دیگه، برای اینکه فقط ما یه دونه اتاق خالی داریم. فقط؟ بله، برای اینکه مسافر از شهرستان میاد این هتل ما، اینقدر امکانات هتل ما بالاست، اینجا میمونه، خاک اینجا دامنگیرش میکنه. آره بابا، این کاگلش معلومه. قصد از مسافرت رو بنویسم اجرای تئاتر مدرن توی عروسکی. اجرای تئاتر مدرن توی جشنواره عروسکی. تا شما قرار نقش روباه مکه رو بازی کنین ها؟ شما هم نقش گربه نره دیگه ها؟ یعنی چی آقا، مؤدب باشین؟ مثل اینکه متوجه نیستین با دو تا خانم دارین صحبت میکنین ها؟ من منظور نداشتم. خب دیگه منظوری نداشتی؟ به یه خانم دانشجوی ترم سه تئاتر برمیگردیم میگی گربه نره، بعد میگی منظوری نداشتم. نه گفتم که همینجوری با همین چی بگم بخندیم دیگه. بخندیم؟ تو اتاق اجازه نداریم تبسم کنیم، اون وقت اینجا بگویی ما بخندیم؟ یا پارادوکس جناب، یا پارادوکس فردی و اجتماعیه. همین. من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار ما پارادوکس نداشتیم دیگه، بعد کلی مکافات داشتیم. آقا کلید باید پوش بدین خانم. بعد من زنگ زدم به شرطه یعنی پلیس. آقا کلید این مهمه دیگه. بعد شرطه یه عالم پارادوکس آورد. کلید آقا. ها؟ کلید؟ من کلید؟ آقا خیلی حرف میزنی. کلید بریم ساکه رو بردار. خیلی هتل قشنگیه. حمزه سلام. مردم گرما، اینقدر شلوغ بود انگار همه تهران اومده بودن بازار خرید. بعد تله زدن، تنه خوردم، بی‌حس شدم. چه خبر؟ ممنون. چه خبر؟ تو هر موقع تمیز میکنی چی نمیگی، یعنی یه خبری داری، بگو ببینم. نگی خانم زیاد پارادوکس شدم الان. چی شدی؟ پارادوکس شدم. پارادوکس از کجا آوردی؟ ها؟ پارادوکس از کجا آوردی؟ همین دیگه نیکی خانم، دو تا مسافر خانه اومدن. بعد من گفتم خنده قدغنه، جیغ زدنم قدغنه دیگه. بعد اینا تئاتر عروسکی بودن. بعد من به یکی گفتم که روباه مکار، به یکی گفتم گربه نره قهقه خندیدن. تو باز با مسافر شوخی کردی؟ مگه عمو جان 100 دفعه نگفته با مسافر شوخی نکنی؟ نه گفتم نخندن که مزاحم مسافران نشن. خوب این کی گفته خنده قدقنه؟ بعد خودت اینجا میخندی به اونا میگی نخندین خنده قدقنه. خب معلومه پارادوکس دیگه. راست میگن. همین این پارادوکسه یعنی چی؟ پارادوکس یعنی همین حرفی که تو زدی، یعنی که خودت اینجا قاقا خندیدی بعد اون بنده خداها گفتی نخندی. ها؟ اما خوشم اومد. مؤدب باشین آقا، شما دارید با دوتا خانم حرف میزنین. طرف طوری کب زد که مونده بود سلام نظامی بدم. منم که اون پارادوکسه رو زدم تو ملاجش، داشت سکته میگه حیوونکی. یمونم هنو داره گیج گیجی میره. حقش بود. بیادا برمیگرده میگه گربه نره و روباهه. دیدی؟ چقدر بشم برخورد. چیکار میخوای بکنی تارا؟ یه املت قهوه خونه‌ای برات درست کنم کیف کنم. آره بخور. املت از تو باید تو قهوه خونه بخور. البته صبح یه چیزه، الان که بعد از ظهر یه چیز دیگر. درد سر میشه تارا. نمیشه نوشین. درد سر میشه. نمیشه. میشه. نمیشه. بابا جان میشه. نمیشه. اصلا یه کاری میکنیم. فال میزنیم ها. اوز نیست. نشد دیدی؟ این یعنی که جنابالی جلوی شکمتون رو نگه می‌دارین، غذا درست نمی‌کنین ها. نمیشه که تو فقط فال بزنی، منم باید بزنم. خیلی خوب. بوز شرمنده تام دیگه. این املت باید درست شه. باشه دیگه. گلشهرم مسئول پذیرش این هتل. آقا حمزه من گفتن دو تا بازیگر تشریف آوردن اینجا. من خواستم هم باهاتون آشنا بشم، همین چایو بدم خدمتتون، بگم تازه رسیدین. خوبه؟ درد نکنم. ممنونم. اینجا یه بوی میاد. بوی میواد ده. این دوستا بخور میده. بوی اونه. سرما خوردن؟ نه عزیزم. ما فردا اجرا داریم و داره بخور میده صداش باشه. آخه بوی سوختگیه. نه این بوی میواد دشه، یه جوری این باز میکنه صدا رو. ها این چاقو مال نمایشه. خب پس از این نمایش جاهلی و دیگه چطوری داداش و ایناست دیگه. نه عزیزم ما مکبث رو اجرا میکنیم، البته آداپتش کردیم. مکبث مال شکسپیر؟ بله. وای میدونم، عاشق اون نمایشم، خیلی نمایش خوبه. آره خیلی خوبه. البته ما با سورتک اجرا میکنیم. خب موفق باشین. من دیگه مزاحمتون نمیشم دیگه. دارین کار میکنین تمرین. خیلی لطف کردین خانم. خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم. قربون شما. دوستتونم سلام برسونید. ممنونم عزیزم. خداحافظ. سوختم بابا. ابرام سوخته نه؟ سالم بابا. این همه مدت از این روشن بود. آره بابا هرچی بخواستم خاموش کنم نمیشد. سرفم گرفته بود. درسیدم سرفه کنم. این خانمه بابا بشتبه. خدا را نگاه داشته بودم. چجوری خاموش میشه این؟ خاموش کردم دیگه. الهی بمیرم. خدا نکنم چیزی نشده که حالا به خیر گذشت. این وقتی آوردم چای بیارا. برا تو که نه. برا این املته که جزغاله شده. خیلی ممنون واقعا. دختره نگر خاموش کنه زیر اینو. این همه زحمت کشیده. نیکی خانوم من برم بالا از این خانوما عذرخواهی بکنم. من خیلی بد حرف زدم. وا حمزه تو چرا هر موقع ناراحتی هر چیزی سه بار تکرار میکنی؟ ها خیلی بد حرف زدم. این شد 4 بار یکی دیگه بگو. خیلی بد حرف زدم. این شد 5 تا یه دستت کامل شد. ها الانم نمیتونی بری بالا به خاطر اینکه دارن بخور میدن صداشون باز شه برای مزاحمشون نشه. ها منم که جوون بودم موقع دانش آموزی نمایش بازی کردم. عمو جون نگفته بودین؟ آره یه نقش خیلی قشنگی هم بود. تو فقط نقش من یه نقش جوون مردی بود. سیبیلا داشت و میمدم صحنه و میگفتم که هی کسی نبینم که به ناموس مردم نگاه بد بکنه. یه دفعه صدام قصی که خروزی شد. خنده‌دار بوده. خوب پس بازی هم میکردین ما خبر نداشتیم. بله فیلم هم تازه بازی کردم. نه بله یه روز یه گروهی از تلویزیون اومده بودن که فیلم بسازن توی یزد. دنبال کسی میگشت که نقش دیوونه رو بازی کنه. کسی پیدا نشد. بالاخره ما انتخاب شدیم برای این نقش. همه مخالفت میکردن. مادر مخالف، بابا مخالف، برادر مخالف، خواهر مخالف، حتی عمو مسعود هم مخالف. تنها کسی که موافق بود یادش بخیر بابای تو بود. خدا بیامرزتش. نه که بزرگتر بود حرفشو میخوندن او هم منو تشویق کرد و بالاخره من این نقشو بازی کردم. این نقش اسمش کی بود؟ مراد علی بود. دیونه وز بود. خیلی هم علاقه به طعم داشت. نه که بچه اون شخصیت رو طعم جمع کردن. او هم کم کم علاقه من شده بود و طعم جمع کرد و به طعم میگفت اسک. همونجا باید یه تیکشو بازی کنی. اون فیلمو دارین اصلا؟ نه حالا نمیتونم اصلا یادم نیست. خب وقتی ندارین الان باید برام یه تیکشو بازی کنی. هیچ راهی هم نداره باید بازی کنی. اصلا یادم نیست. منم این فیلمو دیدم و تو الفندقل شمس القمر در امارات. هیچی نگو دیگه. نه بازی کن یه تیکه تو. نه میشه حالا که 3، 2، 1. خیلی خوب خیلی خوب صبر کن. این مراد علی نکه خیلی علاقه به تمر داشت. بچه‌ام تمر جمع کردن. یه دفعه تمر دستش بود و تو این شخصیت جوون اومدن این تمر ازش گرفتن. اینم یه جمله همچین چیزی گفت و بس خیلی لاغرش دم دیگه محمد از عقیده میشه اسک. آوجا خیلی خوب بازی میکنی. خیلی طبیعیه. حالا گوش کن بعد از اینکه فیلم پخش شد به کارگردان فیلم گفته بودن چی تو با این دیوونه کار کردی؟ چی تو کنترلش کردی؟ همه فکر کردن واقعا من دیوونه هستم. عمو جون بلا نسبت داره. ها؟ دیگه نمیخوام صدامو بشنوم. دیگه نمیتونم تحملت کنم. میفهمی؟ میفهمی یا نمیفهمی؟ از زندگی من برو بیرون. همینو من میگم دیگه. اینا جیغ میزنن صدای مسافر در میاد. خب دارن نمایش تمرین میکنن. دارن شکسپیر تمرین میکنن. مکبث تمرین میکنن. خب سخته دیگه باید داد بزنن. تازه آداپتم کردم. هانچک مکبث شکسپیر آداپته که مکبث. چیه میخوای زنگ بزنی از آقا فؤاد بپرسی؟ نیکی خانم شما مکبث میدونی چیه؟ مکبث یه نمایشنامه است. یه کتابی نمایشنامه است. قصه است. آره اون همزه فهمش میشه قصه. بعد شخصیت اصلیش اسمش مکبثه. بعد یه آقایی هم نوشته اسمش شکسپیره. شما مکبث داری؟ نه. مکبث رو خوندی؟ آره خیلی وقت پیش. حالا اگه یه نفری مکبث رو بیاره بده. 4 تا مکبث بخونی به معلوماتت اضافه بشه بده. اگه یه نفری یه مکبث بیاره دم در بده بره نه خیلی هم خوبه. ولی اگه همون یه نفر اون مکبث رو بیاره به بهونه مکبث تو بیاد نه خیلی بده. آقا گلشن حالا اگه یه نفر یه مکبث بیاره یه مسافرم بیاره درصدشو بگیره نسکافه بخوره بده. قهوه دیگه نه، پولشو میگیره میره بیرون قهوهشو میخوره دیگه. آقا گلشهر به این خوبی دست دلبازی اصلا ناخون خشک نیست، مگه عموی شما نیست؟ چرا؟ خب اینجوری اگه شما رفتار بکنین هم هتل میاد پایین هم آقا گلشهر میاد پایین. عمو شما یه چیز بهش بگو. ببین عمو جان، یکی نیست که فقه ارزشی نداره، اونم داره کمک میکنه، گاهی خریدمون میکنه، اشکالی نداره. الو آقا فعاد، ببین چند تا کار باید دارم. جانم حمزه بگو. ها ببین داری میای یک تو مسیر دیگه مکبث بخر. چی؟ مکبث. چی؟ کتاب مکبث دیگه. یادم نمونه، صبر کن یادداشت کنم. یه بار دیگه بگو. مکبث. ها؟ دو ببین پارادوکس این یعنی چی ده؟ کتابه؟ نه این یک کلمه است. همین؟ سه هم این آدابته، اینم یعنی چی؟ این که خب همون احتمالا همون چیزه، آداپتور برق دیگه احتمالا دیگه. نه این طور نداره که، این مال نمایشه. آها آداپته درباره نمایش. عزیز من آداپته یعنی کفکاری، یعنی یه اثر استخونده رو جای سختش رو بذاری کنار، جای آسونش رو اجرا کنی. داداش من مرد میخوام یه اثر شکسپیر رو تمام الکمال اجرا کنه. این چیز که نشانم میدهی چهارم، ای چشم ها از چشمان برایی، یعنی که این صف تا روز قیامت دنباله دارد. این هم یکی دیگر. سلام. ببخشید میدونم داشتین تمرین میکردین، ولی اتاق بغلیتون زنگ زد پایین شکایت کرد. گفتش یه سر صداتون مزاحمت براش ایجاد کرده، این بود که من اومدم بالا. من یه پیشنهادی براتون دارم، یا برید تشریف ببرین تو حیاط یا تشریف ببرین توی حوضخونه. این دو جا میتونین راحت تمرین کنین، کسی هم مزاحمتون نشه. ما خیلی آروم بودیم، اصلا زیاد سر زدن. بله خب من درک میکنم هنرمندا رو همینجوری تو تلویزیون و سینما و صحنه تئاتر همه دوست دارن، ولی موقعی جیغشون که میشه نمیتونن تحمل کنن دیگه. درصد من معذرت میخوام. خواهش میکنم خانم. خواهش میکنم. حمزه میگم ببین این بنده خدا چقدر تمرین میکنن، تئاتر خیلی کار سختیه. ما میریم تو صحنه فکر میکنیم الکی و همینجوری اجرا میکنن و ولی هیچ. این جیغایی که ما بعضی موقع پایین میشنویم، من بالا بودم شنیدم، این جیغا بیشتر شکل دعوای زن و شوهریه تا مثلا دیالوگای مکبث و شکسپیر و اینا. اونجوری که من یادم میاد هم چیزایی نداشت نمایشنامه. البته اینو میگن آداپته کردیم، حالا اینکه چه جوریه من نمیدونم. این دردمندی بزرگوارانه که از راستی است، دو دلی های سیاه را از جانم زدود. آری زدود و نهاد مرا نیز با نیک سرشتی و شرافت تو آشتی داد. سوگند که هنوز سوگندی را نشکستم. من نیز هرگز بر هیچ عهدی پا ننهادم. لذت راستی کم از لذت زندگی نیست. با این همه دردی است که هر خاطر شریفی را از آن سهمی است و سهم اصلی از آن توست. اگر مراست از من پنهان مکن، چون با به خاک به تو سرم ماما چی شد؟ چه گندگی؟ ما اصلا جو موش نداریم که. یه بار قبلا داشتیم سمپاشی کردیم تمام شد. خیالتون راحت اشتباه دید. همین من تو الفندقل شمسال قمر در امارات که مدیر داخلی بودم. آقا اجازه بدید. شما داستانتون یک بار دیگه برام تعریف کردید. نه این موش داره آخه. بعد ما اونجا موش داشتیم یه بار کلی مکافات شد. من زنگ زدم به شرطه یعنی پلیس. اونا اومدن با پارادوکس اینا رو برداشتن، آداپته کردن بردن. خانوما من بهتون پیشنهاد میکنم که شما تشریف ببرین تو حوضخونه. اونجا راحته. اینجا آخه درخت داره، جک و جونور هم داره دیگه. ولی حوضخونه خیلی راحته. دست درد نکنه. حیات که موش باشه لابد اونجا مار داره. نه بابا مار نداره که. نه اینم اشتباه کردی، موش نداره. من بهتون قول میدم سر صدا نکنید. واسه مسافرای دیگه هم اذیت نکنیم دیگه. من بعد از اینا عذرخواهی میکردم باز نشد دیگه. تو به جای اینکه این مزخرف یه جا با هم دیگه بگی عذرخواهی تو میکردی. الان به جای عذرخواهی یعنی به جای مزخرفاتی هم که گفتی بعد عذرخواهی کنی. مزخرف زیاد گفتم. پلیز نسکن. Excuse me, Madame, I got. I'm really so tired. You know, it's 11:30 and we are just going around. You know, how many hotels we are just going around? Yes, of course. It's 4 hotels. Mehmune Kharici. This is Mrs. Nikki. Okay. Welcome, Babu. Hello, how are you? Welcome to Iran and welcome to Hotel Gulshan. This is book Macris. Bale, befarmoyed. Where are you in? Coffee shop, befarmoyed. Yes, of course. همزه سلام رسیدم. نه درس از این مال مسافره، بذار سرجوش مال مسافره دیگه. کتابی که خواستی گرفتم، جواب سوالاتم اینجاست. نه بیا بخور. خب برای مسافر بعدا میبرم. خیلی خب تموم شد. کجا بشینیم که با صفا باشه؟ اینجا میشه نشستی. بیا آقا همزه، اول کتاب بگم یا جواب سوالات؟ سوالات. از یه مسافر باسواد پرسیدم، جمله به جمله برات نوشتم ها. دقت کن. پارادوکس در منطق به حکم یا احکامی ظاهراً صحیح گفته می شود که منجر به تناقض می شوند یا با شهود. شهود آره. مطابقت نمی یابند. اینجاش خیلی مهمه ها، با دقت گوش بده. در عین حال به جملات متناقض و حتی مخالف که یک حقیقت واحد را بیان کند گفته می شود. ها خب اینا خیلی خوبه ها، ولی این یعنی چی؟ نمیدونم. خب راننده تاکسی که به دردش نمیخوره. اگر به دردم میخورد تا الان میدونستم. بگیر این ویلیام شکسپیر جزو نویسنده‌های قرن فکر کنم 17 هم بوده. 7-8 تا نمایشنامه و کتاب داره که این مکبث یکی از معروفاشه. و کسی هم که بهت اینو پیشنهاد داده که بخونی خیلی آدم خوش فکری بوده. درست بهت پیشنهاد داده. قصه‌ش چیه اینها؟ 3 تا جادوگر مکبث رو توی جنگل میبینن، زندگی آیندهشو براش پیشگویی میکنن، بهش میگن های چی میگن حالا؟ میگن تو در آینده آقای مکبث خان آدم زنزلیلی میشی. یه زن میگیری، هر چی میگه گوش میکنی. میگه اینو بزن میزنی، میگه اونو بکش میکشی، میگه رفیقاتو بکش، همه رو میزنی میکشی. آخر سر چی میشه آقای حمزه خان؟ عاقبت زنزلیلی. چند نفر دیگه پیدا میشن، میزنن، مکبث رو میکشن. اینه زنزلیلی، آخر عاقبتش اینه. این به خاطر اینه که چشماتو خوب باز کنی دیگه. از این بازتر نمیشه دیگه. نه دیگه همین خوبه. آقا حمزه کجایی؟ نیکی خانم داره صدات میکنه. نیکی خانم بیا اینه بگی من باید برم. If you need anything, please contact to reception. Okay, thank you. It's very kind of you. We will do that. Good. Good. Good hotel. You're gonna carry these luggages. You're sorting. If I do, you just good fall down. I will help you, please. Help you. Macbeth, paradoxia. Please, you will just fall down, man. Be careful. Come on, be careful, man. Now, hold that. It's so many children I have got inside. It is a window open, man. What the hell you are doing? I have to carry you. Oh, fuck. من داشتم که میرفتم بالا فکر کردم که چرا دو تا دختر جوان شهرستانی باید یک آره بازی بکنن که بخوام بکشن، بعد اون اونو بکشه، بعد اون همشونو بکشه. خب پیش میاد دیگه، بالاخره پیش میاد، برای هر آدمی پیش میاد. یعنی برای تو هم پیش اومده بخوای یکی بکشی؟ آره پیش اومده. آدم کشتی؟ نه ولی نزدیک بود بکشمش، نزدیک به جنایت. یه دفعه یه مسافر بهم خورد از ترمینال جنوب به کجا؟ ته تهرون. این ته تهرون کجا هست؟ از همین ور حساب کنم، از این ور میخوره به روده هن بومه هن اون برا. خب بردمش تا اون سر، برگشت گفت چقدر بدم؟ گفتم هرچی کرمته. برداشت 3000 تومان گذاشت کف دستم. منو میگی؟ گفتم آقا وایسا زیاده. گفت خواهش میکنم. 1000 تومنشو برداشت. گفتم خیلی رو داری. گفت خواهش میکنم. گفتم خیلی رو داری. گفت خواهش میکنم. گفتم خیلی رو داری. خیلی داد نزن. میگم تو داد زدی اونم داد زد دیگه. ها؟ نه دیگه، بعدش این بود که خیلی ریلکس میگفت. چیلکس؟ یعنی راحت میگفت خواهش میکنم. میگفتم خیلی رو داری. خیلی راحت برگشت گفت خواهش میکنم. برداشت پولو، برداشت رفت. نگاشتیش که، بس دیگه رفت دیگه. ولی تا صبح تو رخت خواب داشتم خفش میکردم. پس تو خواب کشتیش؟ بله. آدم هر جنایت اول خوابشو میبینه، بعد تعبیر میشه. آقا فاید ول کن، بیا برو خسته ای، برو بگی بخواب تا امشب دیگه. خستم، باید برم خونه یه دوش بگیرم. خیلی شغلت سخته ها. آره سخته، یعنی پولش سخت به دست میاد، بعد زحمت. آقا گفتم پول، راستی این کتابه رو بیا نگاه کن. 3000 تومان. خب 3000 تومان پول کتابشو. خب 2 تا مسافرم آوردم 5 تومان. بیش چقدر؟ 8 تومان. نه دیگه 2 تا مسافر میشه 4 تومان دیگه. مرد حسابی خارجی ان، کلاس هتلتون رفت بالا. ببین اینقدرم قهوه خوردی دیگه، قبلا اینقدر میخوردی، حالا اینقدر خوردی. نگاه کن، من برای خودت میگم اصلا نوش جونه، ولی اینقدر. آقا جان این نسکافتم به این سوالا در پارادوکس و مارادوکس و اون آداپتور که پرسید، همه اینا به این بر بدن. 8 تومان حسابمونه، یادت نره. 8 تومان حسابمونه. خداحافظ. سلام. ایوا سلام. خوبی دو؟ سالمی دو؟ عمو جان 2 تا بازیگری که خدمتون عرض کردم این 2 تا خانومه. خیلی خوشحالم. ممنونم. همینه که میدن تا تمرین کنم. بله. موفق باشید. اگه اجازه بفرمایید ما بریم تو شهر یکم تمرکز کنیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. موفق باشید. ببخشید جیغ زدم خانم. نه بابا اشکال نداره. به هر حال یه ذره جیغ و هیجان و اینا برای کارتون لازمه دیگه. بله. برای تاچ که میخوایم اجرا کنیم تنش لازمه، باعث میشه نقش 2 تا آدم عصبی رو خوب بازی کنیم. ببخشید خانم من سوال میکنم، با همین لهجه میخید مکبسا اجرا کنیم؟ نه آقا، تو صحنه بدون لهجه حرف میزنم. ایشون وقتی حس میگیرن کلا لهجه رو فراموش میکنن. دقیقاً همین دیگه. من تو الفندق شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا یه بار حس کم داشتیم، کلی مکافات شد دیگه. من زنگ زدم به شرطه یعنی پل ای. من هنوز مزخرف نگفتم که، عذرخواهی نکردم. عمو جان 2 تا فاکتور داده بودم حمزه بذاره تو کوشه، نمیدونم چیکارش کرد. همینه دیگه، اختلاف حسمون همین. نه ولی میدونم خریدا چی بوده. نیکی خانم میدونی مکبس چیه؟ نه نمیدونم، ولی بعدم نمیاد بفهمم که روایت آقا فؤاد هم مکبس چی بوده. مکبس داستان یه مردیه که گول زنشو میخوره دیگه، زنش هم لیدی مکبسه. بهش میگه برو اینو بکش، میره اینو میکشه، میگه برو اونو بکش، میره اونو میکشه، هی اینو اونو میکشه. بعد آخرش این سرش میخوره به سنگ، 7 جد آبادش میاد جلوی چشش، بعد میزنن اونو میکشن. اینم مهمه که میگه که باید چشاتو باز نگه داری، زنزلیل نشی. آقا حمزه من میخواستم اینو بگم، از آقا فؤادم پرسیدم اما چرا 2 تا دختر جوون شهرستانی میان همچین داستانی رو کار میکنن که اینو بکشن اونو بکشن؟ به خاطر اینکه این 2 تا دختر شهرستانی باید یه متن قوی برمی داشتن که بتونن یه خودی نشون بدن. آقا گلشن این متن قویه ها. بله خیلی قویه. همین دیگه من می‌خواستم اینو بگم. بله میدونم چی می‌خوای. امارات که بودی در هتل الفند قبل شمس و القمر که بودی مشکل متن قوی داشتی، زنگ زدی به شرطه یعنی پلیس. یه عالم متن قوی برات آوردن و مشکل تو حل شد. حالا هم دیگه حرف نزن، بذار حواسم بفهمم. ها. آره. ها. عمو جان این صدای جیغ بود یا من فکر میکنم جیغ بود؟ نه جیغ بود، من فهمیدم. تو هم شنیدی؟ آره دیگه الان جیغ بود دیگه. آخه دخترها که رفتن بیرون که این پارادوکس دیگه، اینا هم رفتن جیغ اومد. اب ندارم. سلام آقا، خوبی دوست سالمی دو؟ سلام، حال شما؟ من حالتون خوبه؟ تو میخشه؟ باش گذاشت؟ ممنونم. سلام خانم، خوبی؟ خسته نباشی؟ ممنونم. حسابی تمرکز کردیم. آره عزیزم، با خصوص که دوتا راننده تاکسی افتیده بودن به جون هم دیگه، خیلی به ما الهام دادن. الهام دادن؟ آره خانم. من فکر میکردم که توی جاهای ساکت و آروم و ویلاهای خارج شهری و اینا معمولا هنرمندا الهام میگیرن. عزیزم به اونا میگن برج آجنشین. ما که اینجوری نیستیم، ما مردمی هستیم. اگه میشد میرفتیم تو میدون شهر اجرا میذاشتیم، نه تو سالن. دقیقاً. خب بفرمایید. ممنون خانم، خیلی لطف کردید. ممنون. با اجازه. قربان. آقا حمزه، آنچه ایشان را فروخو آبانیده، آقا حمزه مرا برافروخته است. خاموش، ناله جغد بود، ناله آن جارچی شبم. هان ها ها حمزه تقلب شده، تو رو عوضت کردن. تو از اینا نمیخوندی، اصلا اینو بلد نبودی بخونی. نیکی خانم، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا یه بار تقلب شد، منو عوض کردن دیگه. خب بعد ما زنگ زدیم به شرطه. نه من که نه دیگه، اونا زنگ زدن به شرطه یعنی پلیس، منو آوردن، اون تقلبه رو بردن. ولی اینو ببین مکبس هم میگه. ها حمزه چرا اینقدر مزخرف میگی؟ این هان خاموش میگه، تو میگه ها. این با اون فرق میکنه، اینقدر مزخرف نگو. واقعا چرا باید مزخرف بگم؟ سلام، کی رفتیم بیرون؟ صبح زود رفتیم پارک، دویدیم، نفس گرفتیم. خب خسته نباشی. ممنونم. اگه اجازه بدیم ما بریم یه تمرین و دیگه ان شاءالله بعداً برای اجرا. خواهش میکنم بفرمایید. با اجازه. موفق باشی. افعی بزرگ به خاک افتاد، اگرچه بچه ماری که دندون نداره. به؟ نیکی خانم میدونی من عشق اولم صحنه تئاتر بوده. حمزه جان شما قبل از اینکه عشق اول و آخرت مهندسی و پزشکی و خلبانی و همه اینا بود، این عشق صدومت اشتباه میکنی، من میدونم. اینا رو مرد ببر بشور. تو اصلا اینو میخونی میفهمی؟ نیکی خانم آداپتهش میکنم میفهمم، یعنی اینایی که اینا سختا نمیخونم، اینایی که آسونه اینا رو میخونم. من یه پیشنهاد بهتری برات دارم، اینو بده من بخونم بعد حمزه فهم براتو تعریف کنم. ها؟ نه من به خودم میخونم، شما برو دیگه. این یاد امن و امانم. میگم بوشو چیکار کنی؟ بوش بپیچه ها، تو راه هزار جور بو. خیلی خوب، پس یه دور کامل بعد تمرین کن. شروع کن، مثل بلبل جواب خوام داد. فقط آروم صدام نره بیرون. خیلی خوب، بگو. به گمانم صدایی شنیدم که فریاد میزد دیگر مخسبید، که مکبس دست به خون خواب برده است. خواب بیگناه، خوابی که آستین پاره مهنت را رفو می کند، خوابی که مرگ زندگی هر روز است و شوینده زحمت زندگی، مرهم جانهای زخم خورده. مقصودت چیست ای سردار دلاور؟ با چنین اندیشه های دیوانوار زندگی خود را تباه مکن. آه که بود که چون این فریاد کرد؟ تارا جون دیالوگاتو قاطی کردی یا؟ این نبود. آری آری، این همه حواسمو به این آب گوشته بود. عزیز من دیالوگتو بگو، وقت نداری ما. عوضش تو خاطراتمون این آبگوش معروف میشه با آبگوشت مکبس. او املت نخورده مکبس، این آبگوشت خورده مکبس. حیثیت مکبس و شکسپیر رو آبگوشتی کردی را خب جدی باشه، من نمیتونم دیگه آبگوشته رو میرم. این شکمه من اومدم آشغالاتون رو ببرم. آشغالاتون رو ببرم. من نمیدونم چرا هر موقع این سمک رو میذارم صدا جیغ میشنوم. آه نه، دارن تمرین میکنن. آه تمرین میکنن. تمرین چی؟ تمرین جیغ زدن؟ نه، دارن تئاتر تمرین میکنن. مکبسش آدابته است. مکبس آدابته سخته. این سخته. خدا رو شکر. من فکر کردم دعوا دارن میکنن. ها من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار دعوا شد، کلی مکافات شد دیگه. من زنگ زدم به شرطه یعنی پلیس. اونا اومدن. بفرمایید. نه دارم مزخرف میگم، شما بفرمایید دیگه. من برم. بله بفرمایید. من چه توانم کرد که تو نه سخن توانی گفت نه سر توانی جنباند. اگر بنا باشد گورخانه ها و گورها به خاک سپردگانشان را پس فرستند، چیندان مرغان هوا گورستان ما. دیوانگی مردانگیت را پاک برده است. اگر این منم که اینجایم، او را دیدم. وه که چه شرم‌آور است. ببین رو رفته. نه این ندارم. او دره رو واگو با من باز کنم. آره بله ببخشید در رو باز کنم. سلام آقا، خوبیدی؟ سالمیدی؟ چه میکنیدی؟ ها اومدم آشغالات ببرم دیگه. نه ما آشغال نداریم. آه چیزی نمیخورین که این صدا نگیره دیگه. دقیقا چه خوب میدونم. من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار ما آشغال نداشتیم، کلی مکافات شد دیگه. من زنگ زدم به شرطه یعنی پلیس. اونا اومدن برای ما کلی آشغال آوردن. هی آشغال آوردن. داستانتون قدیمیه. بفرمایید خواهش میکنم. بله آقا، امری داشتین تلفن کردین. ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. بو بکشید. خب بوی نمیشنوی؟ نه. شما چه؟ نه این بوی پیاز نخود دنبست، بوی آبگوشته. دارن آبگوشت درست میکنن. آبگوشت؟ بله خانم. نه بابا این توی هتل اصلا قدقن قضی درست کردن، قدقن همه میدونن. خانم بیا. من مدت این اتاق زیر نظر دارم. اینا دارن تو اتاقشون آبگوشت درست میکنن. نه آقا شما اشتباه میکنی. منم اشتباه شما رو کردم. اینا بازیگرن، دارن بخور میدن. یه موادی میریزن که اون مواده که تو بخور میریزن این بو رو میده. صداشون نگیره اینجا نشه. بخور یه دنبه میده خانم. من که بچه نیستم. من بو رو اگه یک کیلومتری تشخیص میدم. مخصوصا بوی غذا رو من به خاطر مقررات هتل میگم، به خاطر امنیت هتل. این بوی آبگوشت. نه آقا یه بوی مواد خاصی. من در جریانم. من میدونم شما دلسوز هتلین، ولی من در جریانم. این بوی اون مواد است. نه خیر خانم، بوی آبگوشته. نه این آبگوشت نیست. پس بوی چیه؟ این مکبسه. میگه مکبس بوی آبگوشته. ما پیگیری میکنیم. نیکی خانم آخه دو تا دختر دانشجوی ترم سوم که تئاتر میخونن اصلا بلد نیستن آبگوش درست کنن. این بهانه میگرده میخواد آبگوش درست کنه. نه بلد بودنش که بلدن. اونا وقت ندارن دارن تمرین تئاتر میکنن، وقت تو نخود بار گذاشتن ندارن که. همین دیگه. من تو الف اندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودی یه بار یک آبگوش درست کرد، بعدش مکافات شد، بعد چرته اومد. چرته یعنی پلیس. سنگه که سبزی خوردن ترشی لیته دیگه. چی میخوایم؟ نمیدونم تارا. ببین میگم بیا از این آبگوشته بگذر بابا، درد سر میشه برامونا. هیچ طوریش نخواد شد تا برگردیم قشنگ جا افتادن. خیلی خوب آتیش سوزی میشه من میدونم. و این چیه کوفه تو حلق دفتن قرن اوفیس بعد میزنه؟ بیا دیگه دختر سوسول. میگم دو تا ساندویچ میخوریم خاموش کنیم بریم دیگه. ها نه ببین اعصابمو خورد میکنی ها. کاش اینقدر که تو حواست به شیکنت بود، یکم حواست به اجرا بود، به تمرین بود. حواس من تو نگران من نباش. اصلا فال میزنی. خوبه؟ باش. اینو بذارم توی بوز. شرمنده‌تم که شرمنده این شکمه نشم. حالا منم باید فال بزنم. نمیشه که فقط تو فال بزنی. بزن. اوز نیست. آب ببخشید دیگه. لوس نکن خیلی خوب. یه چند لحظه گوشی نگرد. سلام. تشریف میبرین دیگه. بله دیگه با اجازهتون بفرمایید. ایشالله که با دست پر یه عالمه جایزه شیرینی کیک یادتون نره، حتما برگردید. ایشالله. موفق باشید. سلام. باشه. بچه‌ها خوب هستن می‌تونن بیارم. آره. ما تو رو خدا داد نزن. ببین سهراب، مردی که مادرش رو به من ترجیح بده دیگه نمیخوام تو زندگی من باشه. خانم خواهش میکنم داد نزن. میگه داد نزن. من کی داد زدم؟ همین دیگه. دیشب 5 بار جیغ کشیدین. 5 بار گفتین سهر از زندگی من برو بیرون. منظورش اینه که خیلی داد میزن. شما مثل اینکه کار دیگه ای نداشتین جز اینکه صدای منو مثل توتی زد کنین و به خودم تحویل بدین. خانم ببینید من کی داد زدم؟ داد میزنم چون عاشقشم، داد میزنم چون دوستش دارم، داد میزنم چون با تفاهم شروع کردم. اصلا میدونین مشکل چیه؟ مشکل اینه که مردای ما تو وجود همسرشون دنبال کم بوده محبت‌های مادرانه‌شون میگردن. ببینی خانم یه دقیقه من چی رو ببینم؟ انگار تا حالا خودتون دعوا نکردین، خودتون جر و بحث نکردین. حکایت شما میدونین مثل چیه؟ حکایت شما مثل اون خیابون یک طرفه که حالا تابلو داری یا نداری یا میبینی یا نمیبینی، یهو وارد میشی یه ماشین از جلو در میاد همچین تو چشات نگاه میکنه از 100 تا فحش بدتره. انگار از قانونمندترین قاره دنیا وارد شده. حمزه من یه چیزی کشف کردم. ببین اون جیغ و سرصدایی که میشنیدیم بعد فکر میکردیم که مال این دختراست، خب همه خانومه بود دیگه. نگی خانم، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار ما یه پوستی پیدا کردیم نفهمیدیم چیه، کلی مکافات شد. من زنگ زدم به شرطه. شرطه یعنی پلیس. آفرین، شرطه یعنی پلیس. بعد اونا اومدن، اونا هم نفهمیدن رفتن. من باز مزخرف گفتم. ولی اینی که میخوام بگم مزخرف نیست. من رفتم تو اتاق این دخترها دیدم آشغال ندارن. بعد رفتم تو این آشغالی رو نگاه کردم، اینو دیدم، نگاه کن، این همه، خب این همه آشغال دیدم. حالا این پوست پیاز و این گوجه اینا به کنار، سیب زمینی توشه، بعد دوباره مثل یه شرطه یعنی پلیس. آفرین. رفتم تو اتاق این دخترها دیدم یه پوست پیاز، یه پوست سیب زمینی هم تو اوناست، بعد مثل یه شرطه یعنی پلیس. این پوست رو با این پوستا مقایسه کردم، دیدم اینا یه پوستن، یعنی اینا دارن آبگوشت درست میکنن. دخترها تو اتاقشون؟ این دیگه مزخرف نیست. اگه زحمتی نیست اون کلیدو بگیر بیا. خیلی خوب. سلام خانم، خوبی دو؟ سلام، خسته نباشین. اجرا چطور بود؟ بد نبود یعنی که خوبم نبوده. نه آره دیگه. خب اشکالی نداره. این دوستتون چرا انقدر ناراحت بود؟ یقده اجرامو بد شد، برای همین ناراحته دیگه. ببخشید خانم، اشکالی داره یکی دو ساعت دیرتر ما این اتاق رو خالی کنیم؟ نه هیچ اشکالی نداره. دستتو درد نکنم. بفرم. ببخشید. خسته نباشید. ممنونم خانم. نیکی خانوم، من میخوام برای خودم آقای گلشهر غذا سفارش بدم دیگه، شما نمیخواین؟ شما تشریف ببرین غذاتون رو بخورین، من اگه بخوام خودم سفارش میدم. همین دیگه. من یه بار تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم اونجا هیچی نشد، مکافات هم نشد، ما هم زنگ نزدیم به شرطه یعنی پلیس، برو اونا هم نیومدن، بعد برم جایزه سرمونو بخوره. بابا نهیدی چقدر بهمون خندیدن، چقدر مسخرمون کردن؟ این همه تمرین کردیم که اینجوری اجرا کنیم. آره به خاطر چی؟ به خاطر یه آبگوشت. بابا این آبگوشت رو تو خونتون می‌خوردی دیگه. همش تقصیر تو بود دیگه. وسط اجرا من میگه هتل آتیش گرفت، نمیدونم آبگوشت ترکید، اعصاب منو خورد کردی، برای همین خراب کردم دیگه. اگه تو چیزی به من نمیگفتی همچی برات بازی می‌کردم. تقصیر من بود. من یه چیزام به تو بدهکار شدم. آره حالا عیب ندارم، طوری نشده که جایزه که چیزی نی تو ذهنمون نمیمونه، ولی آبگوش تو ذهنمون میمونه. فردا که پیر شدی برا نهواد تعریف میکنی تو جوونی رفته بودیم که رو دیعات بذاریم و یه همبازی داشتم و خدا بیامرزتش چه آبگوش دیوار گذاشت. بابا خانوم ساش زیر دندون من اسم آبگوشته رو گذاشتیم آب مکبس. آره فعلا که مکبسمون آبگوشتی شد. قربون شکلت برم، طوری نشده که حالا روشو این حواست اینجا باشه من آبگوشته رو بیارم پایین. هر روش دیگه چی لوس میکنه. من کوف بخورم، من آبگوش بخورم چیکار؟ خدا نکنه. میان دیگه. آب خیلی خوبه. جایزه یعنی این جایزه تقدیم میشه به خانم این کارو پسره یه چشم ورقلم میده است. تیر به تو جگرت خوره. بهت نشون خواهم داد. این آبگوشته از اولش هم شگون نداشت برامون. دیدی اجرامون چی شد؟ بعدش هم ما میخواستیم کلک بزنیم، اونا بهمون کلک زدن. چیزی که عوض داره گله نداره که. حالا مثلا چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بری بگی ببخشید ما تخلف کردیم، طلبکارم هستیم؟ آره؟ بیا عزیزم بکم از این نماس بخور، بریم برسیم به زندگیمون. بی خیال. سلام. سلام. من آقای گلشهر یه آبگوشتی خوردیم، خیلی خوشمزه بود. این آبگوشت حتی ننجون منم نمیتونست درست بکنه. بعد الان میبینم شما چیزی ندارین بخورین. سفارش دادم. این آبگوشت برای شما آوردن دیگه. لازم نکرده. بفرمایید آقا، ما غذا نمیخوام. برو تو تار. من تو الفندقل شمسال قمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار مسافرها آبگوشت درست کردن، کلی مکافات شد. من زنگ زدم به شرطه یعنی پلیس. اونا اومدن مسافرها رو بردن زندان، آبگوشتشون رو آوردن ما خوردیم. حالا این آبگوشت رو میخوریم، وگرنه من زنگ میزنم به اینجا که شرطه نداره که. به پلیس. پلیس یعنی شرطه. بیاد. ها؟